اجازه آقای فرهندوز یک شعر از نادرپور میخونم و بعد هم یک شعر از خودم. امروز که داشتم ورق میزدم کتابهای نادرپور رو، در ضمن مجموعه تمام اشعار نادرپور هم منتشر شده اینجا توسط شرکت کتاب و دیدم که حالا به هر دلیل ناشر هم روی جلد کل مجموعه اشعار نادرپور عکس قله دماوند رو گذاشته و چند سطر از شعری رو که نادرپور خطاب به دماوند سروده. مسئله طبیعتاً همه ما میدونیم یک مکان نیست که اسمش دماونده و جاهای دیگه معانی به اون اندازه نداره. دماوند به خصوص برای ما که از ایران دوریم مثل یک نمادیه که در ذهن هممون هست، با خودمون هم کردیم و آوردیمش اینجا. و برای من هم به همین ترتیب، به اضافه این کلمات برای من یه مقداری شخصی ترم هست چون خیلی وقت گذروندم اونجا و خیلی دوران خوشی رو گذروندم. و بعد دیدم من هم یک شعر دارم که در حقیقت خطاب به آزادی سروده شده. شعر نادرپور واقعا خطاب به قله دماوند سروده شده. شعر من خطاب به آزادی سروده شده، ولی اون سهمی که از یادی است که از ایران با من آمده باز توش دماونده. و به طرز شگفتی آوری، شاید هم خیلی طبیعی، این نادرپور شعرش رو با یک پرسش تمام کرده و فکر میکنم که پایان شعر من هم یک جوری یک پاسخیه که به طور طبیعی یک نسلی که از پس او آمده بگم یک امیدی داشته یا یک پاسخی داشته برای پرسشی که در انتهای شعر نادرپوره. من شعر نادرپور رو اول میخونم با اجازتون. عنوان شعر هست خطبه زمستانی. بر پیشانی شعر نوشته حماسه‌ای برای کوهسار البرز و قله‌اش دماوند. ای آتشی که شعله کشان از درون شب برخواستی به رقص، اما بدل به سنگ شدی در سحرگهان. ای یادگار خشم فرو خورده زمین در روزگار گسترش ظلم آسمان، ای معنی غرور، ای نقطه طلوع و غروب حماسه ها، ای کوه پرشکوه اساطیر باستان، ای خانه قباد، ای آشیان سنگی سیمرغ سرنوشت، ای سرزمین کودکی زال پهلوان، ای قله شگر، ای گور بی نشانی جمشید تیر روز، ای صخره عقوبت ضحاک تیر جان، ای کوه، ای تهمتن، ای جنگ جوی پیر، ای آنکه خود به چاه برادر فرو شدی، اما کلاه سروری خسروانه را در لحظه سقوط از تنگنای چاه رساندی به کهکشان، ای قله سپید در آفاق کودکی، چون کله قند سیمین در کاغذ کبود، ای کوه نوظهور در اوهام شاعری، چون میخ قول پیکر بر خیمه زمان. من در شبی که زنجره ها نیز خفتند، تنها ترین صدای جهانم که هیچگاه از هیچ سو به هیچ کسی نمیرسم. من در سکوت یخزده این شب سیاه، تنها ترین صدایم و تنها ترین کسم، تنها تر از خدا در کار آفرینش مستانه جهان، تنها تر از صدای دعای ستاره ها در امتداد دست درختان بی زبان، تنها تر از سرود سحرگاهی نسیم در شهر خفتگان. حال ای ستیق دور، آیا بر آستان بهاری که میرسد، تنها ترین صدای جهان را سکوت تو امکان انعکاس تواند داد؟ آیا صدای گم شده من نفس زنان راهی به ارتفاع تو خواهد جست؟ آیا دهان سرد تو را لحن گرم من آتش فشان تازه تواند کرد؟ آه ای خموش پاک، ای چهره عبوس زمستانی، ای شیر خشمگین، آیا من از دریچه این قربت شگفت بار دیگر برآمدن آفتاب را از گرده فراخ تو خواهم دید؟ آیا تو را دوباره توانم دید؟
عقب. با اجازه شما من یه شعرم از خودم میخونم. شعر من شعر نادرپور مشخصا خطاب به قله دماوند بود و شعر من خطاب به آزادی. این شعر من خیلی دوست دارم. وقتی زیر آوار انقلاب و جنگ و تبعید به انتهای خودت میرسی و هرچه آب از بالهای سنگیت میگذرد، دستهایت را برمیداری و زبان مادریت را و گیسوانت را که جرمشان تماشای آفتاب بود و کودکیت را که آسمان همه خاطره هایش وصله میخواست، همه را برمیداری و میرفت. کابوس جوانیت در خواب راه می رود و از لبه های سکوتت سقوط می کند. خرداد می میرد و سینه تابستان 18 بار تیر باران می شود. سایه میان سالیت در گوشه و کنار ماهور نوستالژی کش می آید و بی گذرنامه از مرز خبرهای روز رد می شود. روزنامه ها به دیوار اوین سنجاق می شوند. جلین‌های سقط شده در پارک ملت علف می‌کشند. کودکان عراقی در استکاک نفت و دموکراسی منفجر می‌شوند. زنان افغان متمدن و بی‌حجاب کتک می‌خورند و اسرائیل و فلسطین برای خودسوزی آتش بس کف می‌زنند. تو پیر می‌شوی و یاد می‌گیری مثل قاصدک در هوای غربت پرسه زنی. دلتنگی هایت را دم کنی و با یک لبخند پلاسیده در تیتر اول روزنامه های صبح مات شدی. و همین. نه این سرانجام تو نیست. راهی به این درازی آمده ای که بگویی دیوار نمی خواهی و کوتاه هم نمی آیی. آسمان اقیانوس آرام را پشت قدم هایت پاشیده است و چمدانت هنوز بوی دماوند می‌دهد. تو باز می‌گردی و خاطرات خانه را صیقل می‌دهی. تو باز می‌گردی و تیتر درشت روزنامه‌های صبح می‌شوی. تو باز می‌گردی. آزادی.